سلام دوستان، با آموزش برنامه‌نویسی VBA در محیط مایکروسافت ویزیو در خدمتتون هستیم. در این جلسه میخواییم در مورد میفهای تو در تو و همچنین دیباگ کردن با هم صحبت کنیم. اگه خاطرتون باشه ما پروژه‌ای رو شروع کرده بودیم با هم که برای شبیه سازی استفاده میشد و از محیط برنامه‌نویسی VBA استفاده کردیم و کد و الگوریتمی رو توسعه دادیم که توسط اون میتونستیم فرآیندها رو شبیه سازی کنیم. خب در این جلسه میخوایم وارد منطق شبیه سازیمون بشیم، وارد محیط ویژوال بیسیک میشیم. خب اگه خاطرتون باشه در جلسه قبل ما اومدیم و تا تولید یک مشتری جلو رفتیم و تونستیم با هم دیگه یه مشتری درست کنیم. گفتیم میتونیم سازوکاری رو ایجاد بکنیم که این قسمت از کد، یعنی تولید اولین مشتری رو حذف بکنیم و با قرار دادن یه سری متغیرهای اولیه تو بخش اینیشیالیزیشن همون مشتری اول رو هم در این قسمت لوپ اصلی ایجاد بکنیم. خب ما این کار رو انجام نمیدیم چون حالا دنبال این که چه متغیر رو بخوایم اضافه کنیم و کم کنیم یه مقدار زمان بر خواهد بود. شما خودتون میتونید به عنوان یک تمرین آزاد این کار رو انجام بدین، اما تو این جلسه ما اولین کاری که میکنیم وارد لوپ اصلیمون میشیم و این لوپ رو با هم یه نگاه سری میکنیم که تو این قسمت با ایفای تو در تو که یه موردش اینجا هست که دوتا ایف با هم به کار رفته و یکی هم که تو این تابع انتخاب مسیر وجود داره، یعنی من انتقال مشتریم از یک مکان به مکان دیگه ای که توسط انتخاب مسیر ایجاد میشه صورت میگیره که اینجا ما میتونیم ببینیم از ایفای تو در تو زیاد و همچنین در داخلش از فور هم استفاده، چند تا فور هم استفاده کرد. خب ایفای تو در تو یا ایفای نستل که تو انگلیسی گفته میشه ایفای هستن که در حقیقت ما در درون یک شرط شرط‌های دیگری رو برقرار بکنیم و ایف‌های دیگری رو بسازیم. وقتی که نتونیم از if else و حالا شرط‌های دیگه مثل سویچ اینا استفاده بکنیم که حالا سویچ اینجا نگفته شده، گفته نشده بخاطر اینکه کاربرد زیادی هم شاید نداشته باشه. چرا اینجا یه جاش سویچ هم استفاده کردیم که حالا جلوتر بهتون میگم، ولی کاربرد زیادی شاید نداشته باشه. بعد خب تو اینجا ما میگیم که از ایفای تو در تو میریم استفاده میکنیم که نتونیم با یک شرط ایف از به هدفی که میخوایم برسیم، مثلا از ایف و اور، ایف و اند بخوایم استفاده نتونیم بکنیم و مجبورشیم که از ایفای تو در تو استفاده. خب این مورد با هم بحث میکنیم. یه مورد هم ما خب شبیه سازی که انجام دادیم اینجا تا الان فقط این فرایند رو دیدیم، فرایندی که مشتری وارد میشد و میدید میز خالی وجود داره یا نه، اگر نداشت انتخاب میکرد که بمونه یا نمونه، اگر انتخاب میکرد بمونه انتظار میکشید تا میز خالی بشه، بعد وارد میز میشد میشست سرویسش رو میگرفت پولش رو پرداخت میکرد و خارج میشد. خب تو این جلسه ما بعد اینکه ایفای تو در تو رو توضیح دادیم میخوایم ببینیم که اگر این فرآیند تغییر بکنه، خب من باید کدم رو طوری همیشه بنویسم که با ایجاد تغییرات بتونم از اون استفاده کنم. اگر فقط واسه این فرآیند خاص نوشته باشم که فایده نداره. بخاطر همین من میام و فرآیندمو به این حالت تغییر میدم، اگر بزرگ کنیم خب به این حالت تغییر میدم که مشتری وارد میشه، فرض میکنیم که دیگه کم بوده میز نداریم و هر تعداد که مشتری وارد بشه میتونیم سرویس بهش بدیم، به خاطر همین دیگه کم بودها رو نخواهیم داشت. میاد وارد میشه، میشینه، سفارشش رو میده، سرویسش رو میگیره. اینجا از یه دونه تصمیم استفاده کردیم که گفتیم آیا مشتری راضی شد و راضی بود، اگر نه پولی رو ازش نمیگیریم و خارج میشه، اگرم نشد میاد پول رو پرداخت میکنه، پول استفاده که کرده رو. خب میخوایم یه چنین فرآیندی رو بهش برسیم. من باید بگم که در ابتدا وقتی که این فرآیند رو توسعه میدادم و کد برنامه‌نویسی رو کد VBAش رو مینوشتم، در آخر که به این فرآیند رسیدم دیگه تغییر رو ندادم و گفتم اگر قرار باشه ما دیباگ کردن رو داشته باشیم بهتر که با هم دیگه این کار رو بکنیم و خب در اینجا با پروسه دیباگ کردن بهتر آشنا میشیم.
و وقتی که میخواستم این فیلم رو تهیه کنم، اومدم یک بار نگاه کردم ببینم چه باگ هایی حالا داره، و خب حالا با هم دیگه این باگ ها رو تک تک برطرف خواهیم کردش. خب اگر خاطرتون باشه، ما وقتی که اینجا مشتری اولمون رو ایجاد کردیم، یه سری متغیرهای اولیه رو اول بهش میدیم، خب بعد میایم اینجا. حالا اینا متغیرهایی هستن که باید مثلا اول تعریف بشن بعد وارد بشیم، به خاطر اینکه وقتی که اولین بار میاد مثلا دو وایل میخواد انجام بشه، تشرخه وایل انجام بشه، دیوریشن که باید تعریف شده باشه که بالا تعریف کرده بودیم، ایلپس تایم هم چون هنوز اینجا به دست نیامده زمان گذر، یه ایلپس تایم باید بگیم که میتونستیم هم از فانکشنی که نوشتیم استفاده کنیم واسه اینکه ببینیم چه مدت زمانی تا الان گذشته، یا همون تقریبا چون کد سریع میرسه به اینجا اونو صفر قرار بدیم. خب بعد این متغیر لاست آپدیت تایم هم که اکنون گذاشتم، به خاطر اینکه آخرین باری که به روز رسانی انجام شده موقع تولید یک مشتری بوده، و خب اینجا هم من آخرین به روز رسانی رو انجام دادم و متغیر اونو به خاطر اینکه بعدم بخوام واردش بشم داشته باشم الان گذاشتم. کاستومر کانت هم، کاستومر اوت هم که تا الان صفر بوده، هیچ مشتری خارج نشده، و خب وقتی که من اینجا به کاستومر اوت میرسم میبایست یه عددی رو داشته باشم، بخاطرم اونم صفر قرار دادم که حالا جلوتر شاید با هم ببینیم کجا بودش. خب حالا من وارد چرخه اصلیم که دو وایل هستش میشم، تا زمانی که دیوریشن کوچیکتر هست از بخش، تا وقتی که زمان اجرا شدن کد از زمانی که دیوریشن تعریف شده کوچیکتر باشه، این چرخه ادامه پیدا میکنه. خب میاد اینجا بعد میگه که getting the arrival elapsed time. خب اینم دوبار نوشتم. میایم اینجا اول میبینیم که customer generation elapsed time و متغیری که متغیر زمان گذشته از وقتی که مشتری تولید شده رو برابر میدم با مشتری که در حقیقت وارد شده. کی مشتری وارد شده بودش آخرین بار؟ اینجا وارد شده بود. پس من آخرین بار اینجا یه ورود داشتم، میام مدت زمانی که گذشته تا وقتی که ورود انجام شده رو میگیرم از طریق فانکشن elapsed time. elapsed time هم که توسط بنده نوشته شده، پس میام پایین ببینم کجا هستش، دنبال تابع elapsed time میگردم. این پایین بود تا اونجا که یادمه کجا بود. elapsed time بهتر سرچ کنیم. خب اینجا هم با نحوه سرچ کردن آشیم، چون کنترل F رو بزنم میگه چی رو پیدا کنم، find. بعد میام میگم که توی current module بگرده، بعد توی کلش باشه، find next میکنم که چون آها اینجا هستش پیدا کردم. خب با کنترل F میتونیم جستجوی خودمون رو انجام بدیم. خب یه فانکشن پرایوت نوشته شده که زمان شروع رو میگیره، حالا هر زمانی که هستش، بای وال هم هستش به صورت لانگ. بعد یه متغیر کورنت تایم رو در نظر گرفتم که هر وقت از این تاب استفاده کردم، یعنی این زمان اکنون رو منهای این زمان بکن و بذار توی زمان elapsed. خب چجوری انجام میشه؟ از دیت دیف استفاده میکنه که یه تابعی هست که توسط خود مایکروسافت ویزیو توسعه داده شده و گلوبال هستش و میتونم از اون استفاده کنم. پس تایم دیت دیف رو میذارم، میگم به صورت ثانیه خروجی رو به من بده، زمان شروع هم سی دیتم رو میذارم استارت تایم، سی دیت زمان پایانم رو میذارم کورنت. پس میاد میگه از زمان کنونی تا زمانی که حالا وارد شده به اینجا، یعنی به این تابه دادم، مدت زمانش رو به ثانیه به من برگردون. خب برمیگردونه، من میام بالا اینجا زمانم رو دارم، کجا برمیگردم، خب میام بالا اینجا دیگه زمانم رو دارم،
میام اینجا میبینم وقت اگر زمانی که گذشته تا الان از ورود یک مشتری بزرگتر باشه از اریوار رند، اریوار رند چیه؟ متغیر تصادفی ورود هستش که من اینجا اریوار رند رو قبلا تو اینیشیالیزیشن حساب کردم از طریق رندوم جنریتور. این رندوم جنریتور هم توسط تابعی هست که توسط بنده توسعه داده شده که میگه استارت ایونت، چون اریوار رندوم جنریتور یه ورودی و خروجی رو داره، حالا بریم با هم دیگه ببینیم استارت ایونت مکان اولی همون به عنوان ورودی دادم و گفتم exp باشه. یعنی چی؟ یعنی متغیر تصادفی exp رو بر اساس حال اطلاعات شیپ این استارت ایونت هم به من بده. کنترل F رو میزنم، فاین نیکس میکنم. خب میام اینجا. خب میگه رندوم جنریتور رو به چه صورت باشه؟ میگه اسم شیپ تو به من بده به صورت استرینگ و دیستریبیوشنی که مد نظرته که من اونجا اکسپوننشیال بدم. بعد یه سری متغیر رندوم رو تعریف کردم که لازمم میشه. بعد اومدم اینجا گفتم دیوریج میانگینه. خب من هر چیزی که هر تاب توضیحی که داشته باشم یه میانگینی داره که از کجا خونده میشه؟ از سلز یو. وقتی که آر ریزولت استیار صفر رو من به آخر این اضافه میکنم، یعنی اینکه عدد این سلول رو به من برگردون. پس این عدد سلول رو از توسط این تابه میگیرم و میذاره توی میانگینش. خب این دیتا شیت هم شیپ هم که خب تعریف شده توی هر شیپی که دارم و خب VS تایم هستش که حالا اسمش بود که قبلا با هم دیدیم چجوری میتونیم متغیرها رو از سلول ها بخونیم. سلز یو همون سلز هستش، فرق خاصی با هم نداره، شما هم میتونید هم از سلز استفاده کنید هم سلز یو. دی اس تی هم که انحراف معیارش هست، استاندارد دیویژن که میاد از تایم اس تی سلول تایم اس تی رو میخونه و از طریق این تابه و میذاره تو این. پس مقدار میانگین و انحراف معیار رو گرفتم. بعد اومدم از سلکت کیس استفاده کردم. سلکت کیس همون سویچ هستش. ما خیلی از برنامه‌نویسا با سویچ آشنا هستن، شما هم احتمالاً اگر یه جایی با برنامه‌نویسی جایی برنامه‌نویسی رو شنیده باشین، سویچ رو هم اصولاً شنیدین، همونطور که ایف رو خیلی جاها شنیدین. خب سلکت کیس همون کار سویچ رو انجام میده. حالا سویچ توی سی شارپ اینا هستش، اینجا سلکت کیس هست. میگه چی؟ انتخاب کن حالتی از دیستریبیوشن رو، حالتی از این متغیر دیستریبیوشن. میاد میبینه پس دیستریبیوشن میگیره، میگه کیسش اگه دیستریبیوشن متغیر اون برابر با تکس exp بود اون وقت این کد رو اجرا کن، اگر برابر با حالا نرمال بود اون تکس این کد رو اجرا کن. خب ما اینجا فقط حالت نمایی و نرمال رو در نظر گرفتیم. اگر شما توضیح دیگه ای رو هم بخواید بهش اضافه کنین میتونین خودتون این کار رو انجام بدین، ولی خب اینجا واسه سادگی کار فقط نمایی و نرمال که دوتا از پرکاربردی ترین توضیح ها هستن تعریف شدش. خب اومدم چجوری عدد تصادفی نمایی رو تولید کردم. اومدم اینجا اول یه عدد رندوم تولید کردم، رندوم یک نواخ توسط تابع آرندی. آرندی رو اگه بنویسین خب وی بی ای به صورت خودکار میشنستی که باید یه تابع یه دونه عدد تصادفی یک نواخ تولید کنم. وقتی که رندومایز رو اینجا من میذارم، این رندی که استفاده میشه سیدش تغییر میکنه. خب یعنی چی سیدش تغییر میکنه؟ همین تولید یک عدد تصادفی یک نواخت توی وی بی ای که برنامهش قبلا توسط شرکت مایکروسافت نوشته شده بود از یه الگوریتم پیروی میکنه. الگوریتم تولید عدد تصادفی خب نمیدونم میدونین یا نه، از یک نقطه شروعی استفاده میکنن. این نقطه شروع میگن سید، یعنی دانه اون. وقتی که من سیدم تکراری باشه، الگوریتم وقتی که ران بشه یک عدد تصادفی به من میده و اگر من این رندومایز رو استفاده نکنم سید تکراری میشه هر وقت که میام اینجا و خب فقط تو دفعه اول یه عدد در واقع یک نواخت رو دارم. وقتی که رندومایزرش رو میذارم هر وقت به اینجا میرسه اول سید رو تغییر میده بعد یک عدد تصادفی تولید میکنم.
خب عدد تصادفی من تولید شد و توی این متغیر قرار داده شد. بعد اومد اینجا میگه رندوم جنریتور، متغیر رندوم جنریتور که همون تابع من باشه که میخوام خروجیم باشه، مساویه با workbooks.application.worksheet function. خب این از کجا اومد؟ .ln. خب این از کجا اومد؟ من وقتی میخواستم ln myrand رو بگیرم و ضرب در میانگینش کنم که یک متغیر تصادفی نمایی داشته باشم، مجبور بودم ln بگیرم. خب از کجا فهمیدم باید ln بگیرم؟ شما میتونین برین به این آدرس ویکی‌پدیا که سرچ کنین که ببینین چجوری میتونیم یک تابه ببخشید چجوری میتونیم یک عدد تصادفی نمایی رو تولید کنیم. من رفتم ویکی‌پدیا دیدم فرمولش چیه، گفته شما بیا یه عدد تصادفی یک نواخت و lnش رو بگیر، ضرب در averageش کن، ضرب در میانگینش کن و یه منفی هم پوشش البته بذار، بعد میتونی یه تابع یه عدد تصادفی نمایی داشته باشی. خب رفرنسش اینجا هست، دوستانی که میخوام برای مطالعه بیشتر برن ببینن میتونن به این آدرس برن. خب من وقتی که میخواستم پس این ln رو بگیرم، ویزیو متوجه نمیشد، میگفت ln چیه. من توی توابع مثلا اینجا رو بنویسم مت دات بذارم، این جور توابع رو میتونستم تو اون تعریف بکنم، لگاریتم داشت ولی لگاریتم بر مبنای 10 داشتش دیگه، ln نداشت. من هرچی گشتم خب چیکار کردم، میدونستم توی اکسل، توی لایبرری اکسل یه چنین چیزی وجود داره، اومدم توی tools reference و microsoft excel object library شو فعال کردم. بعد اومدم گفتم خب حالا میخوام ln بگیرم، حالا منفی که ضرب داره، workbooks که واسه یه در حقیقت اکسل به کار میبره یک شیء اکسل هستش، dot applicationش، dot worksheet functionش، lnش رو به من بگو. بعد اومدم myrand رو داخلش ورودی قرار دادم، این میره توی لایبری اکسل باز میکنه ln رو و ورودی رو بهش میده و حساب میکنه lnش رو، بعد ضرب در averageش میکنه و حالا من یک عدد تصادفی نمایی داشتم. حالا وقتی که من نرمال بهش بدم، شما اگه جلوتر بیاییم واسه تسکا میبینین که من از نرمال استفاده کردم. خب وقتی که نرمال بهش بدم میاد اینجا میگه خب اینکه exp نوشته نشده، نرمال نوشته شده، پس کیسی حالتی که نرمال باشه اینجا بیایم یه دونه عدد تصادفی نرمال تعریف کنیم. خب من دوتا عدد تصادفی لازم داشتم، شما واسه اینکه بتونین یه عدد تصادفی نرمال هم استفاده کنیم میتونین به این دوتا لینکی که اینجا قرار داده شده تو ویکی‌پدیا برین که نورمال دیستریبیوشن فانکشن رو اگه سرچ کنین تو قسمت جنریتینگ رندوم نورمال دیستریبیوشن فانکشنش توضیح داده، توی این قسمت هم دقیقا اون متدی که من استفاده کردم توضیح داده شده به صورت جزتر. خب شما میتونین واسه مطالعات بیشتر برین و اون رویه تولید یک عدد تصادفی نورمال رو بخونین. خب حالا اینجا میبینیم شاید متوجه میشین که من چی کار کردم. من اول دو تا عدد تصادفی لازم داشتم بین یک و منفی یک بر اساس این رفرنسی که دادم بهتون. خب بعد دو رو ضرب در رند کردم، یه پس اینجا من یک عدد تصادفی داشتم، دو ضرب در این کردم و منهای یک کردم، دوباره دو رو ضرب در آرندی کردم، منهای یک کردم که این یک عدد تصادفی بین منفی یک و یک به من، بین یک و منفی یک به من میده. خب رندومایز هم اینجا استفاده کردم به خاطر اینکه سیدش تغییر بکنه، وقتی که سیدش تغییر بکنه من دوبار رندوم رو استفاده کنم پشت هم، دو تا عدد متغیر تصادفی جداگونه به هم میده. خب یه متغیر مای اس بودش، چون من یه اس رو لازم داشتم بر اساس این رفرنس هم که از این فانکشن پیروی بکنه، میگه عدد تصادفی اول رو به توان دوم برسون، عدد تصادفی دوم به توان دو برسون، با هم جمع کن بذار توی متغیر به نام اس. بعد حالا اومدم دو وایل به کار بردم، گفت دو تا شرط داره که اس قبول بشه، یکی اینکه عدد تصادفی یکی نباشن که اگه یکی بودن بیا اینجا دوباره عدد تصادفی تو تولید بکن، رندومایزم کردم، دو اینکه اس بزرگتر مساوی یک نباشه، سه اینکه اس هم صفر نباشه. من از اور استفاده کردم، شما با مفهوم اور اند آشنا هستین، یا و اگر یا به کار ببرین اور به کار ببرین میاد اینجا میگه اگر این درست بود یا این درست بود
یا این درست بود، برو توی این وایل من. پس میاد میمیره نه، باید این در حقیقت هم این باید غلط باشه، هم این باید غلط باشه، هم این غلط باشه. از اند که استفاده میکنیم و میایم میگیم اگر این درست بود و این هم درست بود و این هم درست بود، یعنی هر سه تا شرط اون وقت برقرار بود، وارد این وایل من بشه. که این واسه من جالب نمون، من گفتم هر کدوم از اینه که غلط بود میخواستم وارد بشه دیگه، یعنی هر کدوم از شرایط نامطلوبی که داشتم باید وارد وایل من بشه. خب پس اینجا از اور استفاده کردم. بعد اومدم پس وقتی که وارد اور شدم تا زمانی که این شرایطم مساعد نشده این وایل من جلو میره تا اینکه بالاخره شرایط مساعد بشه. خب بعد اومدم گفتم که یه عدد تصادفی استاندارد نرمال رو حالا تولید بکنیم توسط باز رجوع به این رفرنس. اومد گفت عدد تصادفی اول رو ضرب در رادیکال SQR رادیکال میشه، رادیکال منفی این LN asset منفی دوتا LN asset تقسیم بر asset. خب که کلشو بعد یه رادیکال بگیریم، این تقسیم بر این کلش رادیکال و ضرب در رندوم. حالا این تازه شد یه دونه منتقل تصادفی نرمال استاندارد. حالا من اومدم چیکار کردم؟ میخواستم نرمال استانداردم رو تبدیل کنم به نرمالی که تابعی که در حقیقت تو اون فعالیتم یا تو اونجا دارم. اومدم اول گفتم که چی؟ گفتم اگر این متغیری که اوریج من به اضافه استاندارد دیویژن انحراف معیارم ضرب در استاندارد نرمالم، یعنی چی؟ یعنی اینکه اون عدد نرمال نهایی که به دست اومده، همینه دیگه، خب همینی که اینجا هست دیگه، اون عدد نرمال نهایی که به دست اومده کوچیک‌تر از صفر بود، این واسه من قابل قبول نیستش. چرا؟ به خاطر اینکه چی؟ زمان رو من دارم اینجا باش صحبت میکنم و زمان نمیتونه یه عدد منفی باشه. همونطور که میدونین تاب توزیع نرمال چجوری میتونه باشه؟ بین منفی سه تا انحراف معیار تا مثبت سه تا انحراف معیار از میانگینم. خب وقتی که این کوچیک‌تر ممکنه، خب با سه تا انحراف معیار وقتی که من منها میکنم با میانگینم و منها سه تا انحراف معیار کنم کمتر از صفر باشه و زمان که کمتر از صفر نمیتونه باشه. پس بیا چیکار کن؟ این عدد تصادفی نهایی‌ام و میانگینش رو با یه دونه استاندارد، با همون استاندارد نرمالش جمع کن که حالا دقیقا همون میانگین رو به من نده. خب تصادفی باشه اون مقدارش، حالا بین منفی یک و یک کمش میکنم و خب رندوم جنریتور رو میدم. به خاطر همین ما باید حواسمون باشه، این خودش یه باگ شاید باشه. من اینجا که دیتا دارم واسه دیتا ورودی دارم واسه فعالیت ها میدم، اوریج هم یک نباشه، بزرگتر از یک باشه، چون منفی یک ممکنه به دست بیاد اون استاندارد نرمالم و منفی یک کنم با این کوچیک‌تر از صفر ممکنه بشه و خب باز دوباره غلط میشه. پس اینجا من نباید کمتر از یک داشته باشم. خب خیلی غیر منطقیه یه فعالیتی رو جدا کنیم که یه دقیقه زمان بسش به کار رفته باشه. حالا میتونیم مثلا اینو اگه خواستین خودتون درست کنیم و فقط اوریج بسش بذارین، میتونیم مثلا اینو فقط بسش بذارین. خب من یه دونه رندوم جنریتور اینجا دارم. خب من این بخواستم البته چون تصادفی باشه، حداقل تصادفی باشه، بخاطر اینو واسش میذارم با ببینه. یه دونه رندوم جنریتور، آها، در غیر این صورت اگر بزرگتر از صفر بود همون عدد رو به عنوان استاندارد نرمال به من بده و وارد تا متغیر که میخوام، رندومی که میخوام بکن. خب من اینجا متغیر رندومم به دست اومد. حالا میام چیکار میکنم؟ اینجا توضیح دادیم که اگر مدت زمان گذشته از آخرین ورود بزرگتر بود از یک عدد تصادفی نمایی اون وقت وارد اینجا بشو، اگر نه هنوز مشتری وارد نشده. پس اینجا من تعریف کردم که ورود مشتری نمایی باشه. خب اومدم یه دونه به کانت مشتریم اضافه کردم، گفتم خب من حالا یه دونه مشتری باید وارد بشه، پس کاستومر کانت هم یه دونه اضافه شد. لیست من باید از صفری که اونجا داشتم اگر خاطرتون باشه به دو منهای یک تغییر بکنه، چون این یک به اضافه دو، دو منهای یک. پس اگر یادتون باشه تو آرایه ها از صفر شروع میکردم، پس من الان تو کاستومر نیم لیستم صفر و یک رو دارم، یعنی دو تا مشتری. خب بعد اومدم اینجا کاستومر نیم لیست که
دو باشه، دومی شو که الان هیچی وارد نشده، generate a customer کردم. خب generate a customer هم یه تابه تعریف شده که اگه بیایم اینجا پایین تر میتونیم ببینیمش. کاش فاندش میکردم، این سرچش کنیم حالا. خب من اینو سرچ کنم، کنترل سی، کنترل اف، کنترل وی، فایند نکست. خب میایم اینجا توی این تابمون generate a customer، یه تابه نوشتم واسه اینکه کاستومر تولید بشه. یادتون هست که ما اولین مشتری رو چجوری تولید کردیم؟ از همون طریق دقیقاً من دوباره مشتری تولید میکنم، یه دونه متغیر دو که عروسک باشه رو اول میندازم، بعد اندازه هاش رو تغییر میدم که اینو قبلا با هم دیده بودیم. خب پس اومدم اینجا یه دونه عروسک انداختم، یه مشتری جدید رو انداختم، نیمش هم گرفتم گذاشتم توی نیم لیستم. بعد گفتم چی؟ کاستومر اریوال ناو، اکنون یه دونه مشتری وارد شد، تاریخ اون کاستومر اریوالمو به روز رسانی کردم که بتونم دفعه بعد دوباره با گذشت یک زمان نمایی مشتری بعدی رو تولید کنم. بعد اومدم اینجا کاستومر اینترنسمو که آرای بود و چیز کردم به روز رسانی کردم که این زمان ها واسه ردیابی اینکه مشتریام کجا هستن، کی وارد شدن و کجا میرون مفید هستش، که حالا اگه خودتون با دقت بیشتری کد رو بعدم بررسی کنین کاملتر متوجه میشین. اومدم کاستومر اینترنس هم، و حالا من قبلا هم بیشتر توضیح دادم تو فیلم قبلی که چرا اینا رو تعریف کرده بودم، به روز رسانی کردم، اینجا به روز رسانی کردم. بعد کاستومر لوکیشن، مکانه این مشتری که جدید وارد شد و برابر با استارت ایونت قرار دارم. خب کجا هستش مکانش؟ اکنون رویداد شروعه. بعد اومدم چیکار کردم؟ اومدم یه این متغیر توتال اینترنسمو یعنی کل ورودمو به روز رسانی کردم. اگر خاطرتون باشه من اینجا واسه گزارشگیری توتال اینترنس داشتم دیگه، توتال اینترنس همون کو توتال اینترنس داشتم اینجا، توتال اینترنسمو به روز رسانی کردم. خب فقط واسه شیپ استارت ایونتمو که نماینگر ورودی یک مشتری بود دیگه، خب من اینجا به ازای هر شیپ هم توتال اینترنس داشتم، ورود به این شیپ من اینجا توتال اینترنس هم به روز رسانی شد. خب بعد elapsed تایم این لوکیشن هم برابر با صفر قرار دادم. چرا صفر قرار دادم؟ یعنی مدت زمان بودن در این لوکیشن هم صفره، یعنی تازه وارد شده دیگه، پس صفره دیگه. خب بعد اومدم گفتم چی؟ call update location data sheet. خب من اینجا تو هر مکانی یه سری دیتا شیپ دیتا ویزیور اشتباه بردم، تو هر مکانی خب دیتا شیپ شیپ دیتا داشتم دیگه. خب من هر کدوم از اینا رو میخوام به روز رسانی کنم، چون این تکرار میشد من اومدم یه فانکشنم واسه این نوشتم و این فانکشن توی اینجا تعریف شده. گفتم هر کدوم از اینا رو هم بیا به روز رسانی کن که دیگه این سه بار خط و هر دفعه خواستم استفاده کنم تکرار نکنم. خب خروجی نداشته، فقط کالش کردم و ورودی بهش دادم. بعد اریوال رندو دوباره به روز رسانیم، یعنی یک عدد متغیر تصادفی نمایی دوباره گرفتم که وقتی که این نارم اینجا گذاشتم این میاد اینجا اینو حساب میکنه ببینه بزرگتر از این هست یا نه. تا زمانی که بزرگتر از این نشده مشتری بعدی نمیتونه وارد شه، پس مطمئن میشم که اینجا مشتری من به صورت نمایی وارد میشه. خب اینجا ما ایف تو در تو نداشتیم و فقط از توابع چیزایی که قبلا دیده بودیم استفاده شده. حالا میایم اینجا میخوایم مشتریمو به روز رسانی کنیم.